درود من به تک تک شما عزیزانم، یاران عشق، حامیان، ایرانیان، هموطنان خوبم که چون کوه البرز پشت هنرمندان خودتون هستید، چه هنرمندانی که در ایران هستند، چه هنرمندانی که در خارج از کشور متاسفانه زندگی میکنن به ناچار. خواستم یک تشکر بسیار بسیار جانانه ای از خود مردم داشته باشم که چگونه عاشقانه این حمایت رو از من در این دوران 10 روز به عمل آوردن و من شرمنده اون مهر و وفاداریشون کردن و آرزو میکنم که خداوند تک تک شما عزیزان رو همچنان سلامتی بده، یاری بده، نعمت بده و زندگی بسیار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم که خدای کیان کوچولو رنگین کمان، خدای رنگین کمان همون کیان کوچولومون به تک تک شما بده که منو اینقدر ساپورت کردین، حمایت کردین و خوشحالم کردین، به هم ثابت کردین که تنها نیستم. یاران عشق، هموطنان خوبم، خواستم تشکر کنم از هنرمندانی که در این مدت، در این 10 روز من رو مورد لطف و عنایت خودشون قرار دادن. این بسیار مهمه که هنرمندان پشت هم باشن، مثل کوهی محکم پشت هم باشن و بسیار ارزشمند زمانی ارزشمنده که از شرف و آبروی هم حمایت کنن و اون حمایت نصیب دیگران هم خواهد شد. از هم میآموزیم که حمایت کنیم، از هم یاد میگیریم که حسادت نکنیم و حمایت بکنیم، همدیگر رو بزرگ کنیم و به دارای اون شخصیتی که دارید، به اون مقام هنری که دارین متکی باشید و چرا که مردم دوستتون دارن. حالا با اجازتون من چون تعداد هنرمندان قدری زیاد بودن، نمیدونم، امیدوارم از قلم ننداخته باشم، نندازم، ولی چون تعدادشون هم بسیار زیاد بود و من سعی کردم که تا اونجا که ذهنم میرسی، تا اونجا که به اصطلاح ذهن یاری میکنه، تشکرم و یک جا ولی با نام تک تکشون که افتخار منن، که عشق منن، که زندگیان برای من، چون هنرمندن، چون رفیقن، چون دوستن، همه و همه. اول تشکر میکنم از تک تک دوستانم که به حمایت روحیه من آمدن، تمام دوستان نزدیک من، خیش من، رفقای خوب من، چه در پیام‌های خصوصی، چه در نوشتاری، چه در تلفن‌هایی که شخصی که زدن، چه در زمانی که من آشفته حال بودم کنارم بودن، مثل یگانه عزیزم، جهان نازنینم، بهار قشنگم و اولین کسی که همه جا حامی منه، مانا ماندگاره که همه جا حامی من بوده و هست و بسیار تشکر میکنم از شمایی که کنارم بودید. حالا تمام هنرمندانی که شنیدن و حقیق گریه منو شنیدن، صدای منو شنیدن، دلاشون شکست، من از همشون معذرت میخوام. منو ببخشین که دل قشنگ شما رو به درد آوردم، ولی واقعا اون لحظه احساسم این بود که چرا من که عشق دادم به مردم، حالا باید توهین بشنوم و وجودم اذیت شد، تمام درد اومد اینجا، بغض کرده بودم و همیشه تنها کسی که به داد من میرسه ماناست، مانا ماندگار،
رفیق من، مدیر برنامه های من، شخصیتی که بهش اعتماد دارم، اعتبار داره پیش من و عزیز منه و همیشه شاهد خنده من، ناله من، گریه من، حرفای من، شوخی های من، اذیت های منه و خیلی خیلی متشکرم. یاران عشق، عزیزانم، دوستان خوبم، چون من از رو میخونم، چون عینکم هم زدم، چون چشام دیگه نمیبینه دیگه، به قول قدیمی ها میگن سن که رسید به 50 حالا برو بالا، مال ما هم که ماشاءالله اون بالا مالا هست، ولی به عشق مردم دلمون جوون. ببینین، من اول یه توضیح بدم برای کسانی که ممکنه بیان خورده بگیرن و ببخشید عینکم نگه داشتم، بیان خورده بگیرن و اعتراض بکنن. ببینین دوستان، ببینین یاران عشق، قربونتون برم الهی، خیلی مخلصانه و خالصانه دارم میگم، من فقط تشکر میکنم از این که از من حمایت کردن. هر کسی که این احساس قشنگ رو به من داده، من دستاشو میبوسم. چرا؟ برای اینکه اون لحظه به فکر من بوده، اون لحظه دلش با من بوده، اون لحظه احساسش با من بوده. و به نظر شما این قشنگ نیست؟ هر کسی میتونه دارای یه سیاستی باشه، هر کسی میتونه دارای یه عقیده‌ای باشه، هر کسی میتونه دارای یک افکاری باشه. سیاست و افکار و ذهنش به من ارتباطی نداره. من فقط خواستم تشکر بکنم، تشکر کنم از اینکه اون لحظه مثل کوه پشت من ایستاد. هر کسی که اومد ویدیو گذاشت، نوشت، اعتراض کرد، ام از مردم، ام از هنرمندا، آرتیستا، طنز نویس ها، تلویزیون ها، شبکه ها، نمیدونم خوانندگان، هنرپیشه های سینما، کارگردان، نویسندگان، هر کسی که بود و انسانیت و معرفت حالیش بود، اومد در دورانی که زن زندگی آزادی، احترام به زن، احترام به همدیگه، احترام به آبروی هم، خریدن آبروی هم، یک زن اومد به من توهین کرد و منو به رگبار توهین بست، دلم آزرد. ولی همه تون یک جا، همه هنرمندان با شرف ها یک جا دل من رو به دست آوردید توی این فصل نگرانی من، گریه من، آه من. من نمی بخشم خانم لیلی گلستان رو، نمی بخشم، چون تهمت بدی به من زد و عرض کردم که یک آرتیست چون محبوب مردمه نمیتونه زن بدکارهی باشه، نمیتونه زن بی آبرویی باشه، نمیتونه. هر کسی هم یه شغلی داره، من میخونم، میرقصم، جوک میگم، تلویزیون بازی میکنم، نمیدونم سر به سر شما میذارم، سر کار منه، شخصیت من نیست. خیلی خواننده های ما، خیلی هنرمندان ما، کارشون یکی نقاشه، یکی نقاله، یکی طراحه، یکی دیزاینره، یکی جوک میگه، یکی پس همه بی شخصیت هم. آدم نمیشه که بابا، نمیشه. تو رو خدا اون عزیزانی که اون افکار رو دارین اینجا تون پرورش دادین و نیگرش داشتین در صندوقچه مخچتون، لطفاً تمنا میکنم، دستتون رو میبوسم، اون صورت ماه تک تک شما رو میبوسم، منفی فکر نکن، منفی تکرار نکنین، مکرر حرفاتون رو همه جای یه مدل نزنین، یه ذره را بیاین با زندگی، یه ذره را بیاین با این روزگار وانفسا. تو روزگاری که نمیدونی بری بیرون بر میگردی یا نه، خدایی، یه ذره
زندگی تو رها کن، خود تو رها کن، افکار تو رها کن، یه ذره با مردم باش، ببین اون بچه کوچولو چی میگه، اون بزرگ چی میگه، اون میانسال چی میگه، اون جوان چی میگه، منی که سنم رفته بالا چی میگم. هر کدوم ما یه جمله حرف قشنگ بزنیم، تو تمام وجود تو عشق میشه. شما که منفی حرف میزنید، به من چه که فلانی چه عقیده ای داره، اون عقیدهش به خودش مربوطه، به فلانی چه مربوطه من چه عقیده ای دارم، این به من مربوطه، نه به هیچ انسان دیگه ای که شما میای یقه اون آدم میگیری فلان. بابا یه چیز بامزه براتون بگم، از صحنه خونه من فیلم که نشون دادن، نمیدونم حالا خانوم بود آقا بود، این روزا اصلا توی فیسبوک و اینستا اینا زن و مرد مثلا مشخص نیست، اسما چی به کیه چی به چیه اصلا مشخص نیست، اومده گیر داده که من یه بابا نوئل دارم اینجا، همینجوری نشوندمش اونجا، اومده اسکرین شات گرفته، عکس گرفته، فیلمو نگه داشته. ببین شما میدونید جون من چقدر بعضی میکارم، اسکرین شات گرفته که چی؟ خیلی بامزه است که خانم بانو جان شما چرا هنوز بابا نوئلتون تو برقه؟ اولا من دلم میخواد بابا نوئلم تو برق باشه، ولی پول برق شما میدی عزیز نازنینم. یک، دو، این که اصلا مال بابا نوئل نیم، مال این سیم رابطه، من جلو تلویزیون میشینم فیلم تلویزیون سریال ترکی هم خیلی دوست دارم میبینم، بعد اینکه تلفنم شارژش بشه، رابطه شارژ تلفنم. ولی میخوام به شما بگم که مردم چقدر بیکارن، به این کار دارن که بابا نوئل چرا تو برقه. من اصلا امسال ژانویه نگرفتم، اصلا درخت کریسمس باز نکردم، دیزاین نکردم، چون مردم من تو خون میغلطن، چون بچه های ما تو خون میغلطن. من شیش ماهه که از خودم یه دونه فیلم نذاشتم، از خودم یه ترانه نذاشت، هیچ کس نذاشت، همه به هم احترام گذاشتیم. درد بلتون به جونم بیان، بگذاریم. حالا اونایی که من ایراد میگیرن آقای فلانی مردمی نیست، خانم فلانی مردمی نیست، از نظر من انسانهایی هستن که من رو ساپورت کردن، هنرمندن، ارزش دارن. این عقیده شماست، برای شما محترمه، ولی اون کسی که منو ساپورت کرده، حمایت کرده، دلمو به دست آورده، عزیز منه، این دوتا چشای منه و با کمال میل بهش افتخار میکنم. من عینکمو میزنم، زیاد وقت شما رو نمیگیرم و از رو میخونم. ایراد نگیر اینا جون من، این بمیره اذیت نکنید دیگه. ببین باشه، خب باشه. سرکار خانم گوگوش، لطف کردید، سپاسگزارم، و شما برای من یه اسطوره هستید. خانم فرانک میرقهاری اولین کسی بود که به من زنگ زد و اذیت شده بود. خانم فتانه، خانم هنگامه، جناب شاهین نجفی، شهرام شبپره، فریده عزیز، خلاص، شرار خانم دولت آبادی، حامد بهداد بازیگر خوب ایرانم، پرستو صالحی نازنینم، جناب اشکان خطیبی، سحر ولد بگی گلم، عارف نازنین سلطان قلبها، ژاکلین ویگن عزیز دلها، آقای شایان، مازیار لرستانی، سرکار خانم مهناز افشار، خانم تحمینه میلانی کارگردان، آسو از این سو به اون سو با آسو، آقای
حمید طالبزاده عزیز، خانم سپیده گلچین، آقای علی مرشدی از تلویزیون فوریو، نازنین گلم، لیلا فروهر عزیزم که باش فیلم بازی کردم، بانو شهلا سرشار، آقای رانی امرانی از رادیو ران و همسرشون، خانم مسیح علی نژاد، جناب آقای پرویز پرستویی، تلویزیون من و تو، ایران اینترنشنال، جناب آقای هادی خورسندی، استاد هادی خورسندی عزیزم، و مهدی و آزاده و گروهش که بسیار بسیار با طنز قشنگی که ساخته بودن به من عشق دادن، جناب آقای سعید شایسته و جناب آقای محمود قربانی. اگر از قلم انداختم منو ببخشید. به خدا قصدم نیست که به یادتون نیستم. خیلی بود، خیلی دلم رو شاد کرد، خیلی خوشحالم کردن. و شاهزاده رضا پهلوی، الهی قربونتون برم من، و شهبانوی عزیزم، الهی قربون شما برم من، شهبانو، با اون پیامی که برام دادید، با اون صدای مهربونتون، شما عشق یک ایرانین، عشق یک دنیای جهان، شما رو میشناسن به پاکی صداقت و قلب مهربونتون. من از همینجا دست یکایک یک شما رو میبوسم و سپاسگزاری میکنم از همه شما کسانی که عشق دادید به من، ایلانیت عزیزم، خواهرم، و پریچهر قشنگم، و هر کسی که به من مهر داده از همینجا ازش تشکر میکنم. من کوچیک همه شما، من قربون همتون برم، به امید روزهای قشنگ زندگی برای شما، من هم کنار شما. و زن، زندگی، آزادی، یادتون نره که زندگی با همه تلخیش بسیار شیرینه. و روح رفتگان شاد. از همین جا دست های خانم گوهر عشقی، من دست شما رو میبوسم برای پیامی که برای من دادید. من دست های شما رو میبوسم، مادر ایران. من کوچیک تک تک شما، از جناب سامان طاهرپور تشکر میکنم، ممنونم، دیزاینر و طراح جواهرات شهبانو و لباسهاشون، دیزاینر لباسهاشون، ازشون بی نهایت متشکرم. از بچه های فور یو بسیار متشکرم، همکاران گلم، بسیار بسیار ممنونم. از ستاره قشنگم ممنونم که به من همیشه عشق داده و هست، همیشه هست. دوستتون دارم، به امید اینکه هیچ وقت دل همدیگر نشکنیم و همیشه برقرار و موفق و معید باشیم، با امید روزای برتر. دوستتون دارم. زن، زندگی، آزادی، من، شما، خدای رنگین کمان می سپارمتون. دوستتون دارم. پاینده باشید.